حال به معرفی مختصری از آقای محمد رضا صادقی، هنرمند مشهور میپردازم. ایشان زاده شهر عراق در اول مهر ماه 1351، خواننده باریتون و سولیست ارکستر سمفونیک تهران بودند و مدرس صداسازی کلاسیک هستند. ایشان شاگرد ارشد زنده یاد محمد نوری بودند. با خوانندگی تیتراژ پایانی فیلم سینمایی لیلی با من است کار حرفه ایشان را آغاز کردند. در خلال همکاری با گروه کر ارکستر سمفونیک تهران در کارنامه هنری خیش افتخار همکاری به عنوان سولیست مهمان در ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخردینی، ارکستر زهی ارمنستان به رهبری لوریس چکناواریان و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صحبایی را ثبت نمودند. ایشان در مارچ 2013 در دو اجرای کنسرت متفاوت در شهر تورنتو کانادا با ارکستر ملی ایرانیان تورنتو به رهبری کمالیتاس به رهبری محمد سریر اجراهای خاطر انگیز را به صحنه بردن. در حال حاضر چند سالی است که مقیم کالیفرنیا هستند و مشغول به کار تدریس آنلاین فنون خوانندگی به علاقمندان هنر می باشم. امشب فرمت برنامه با برنامه های دیگه تفاوت داره. من یک سوالایی رو از آقای محمد رضا صادقی میکنم و ایشون در پاسخ به این سوال ها یک آشنایی بیشتری به بینندگان ما از خودشون میدن و ضمناً در بین برنامه قطعاتی از خودشون و از استاد محمد نوری پخش خواهد شد. آقای صادقی، برای ما کاملا باعث افتخاری است که امشب ما شما را در کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا داریم و بسیار از این موضوع خوشنود هستیم. من فقط میخواستم که از شما سوال کنم که چی شد که شما متوجه شدید که استعداد خوانندگی دارید؟ با درود بر شما من دکتر و همینطور تمامی همکاران شما در این کانون فرهنگی، و خیلی خوشحالم که ایرانیان برجسته مثل شما و همکاران شما تلاش میکنن تا هنر فاخر سرزمینمون به هر حال بیشتر و بهتر معرفی بشه، به خصوص به نسل جوانتر. به همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارن و کسانی که بعدن این فیلم رو میبینن سلام میکنم. عرض کنم که منم خیلی خوشحالم در خدمت شما و خیلی ممنونم از دعوت پرمهرتون و امیدوارم که شب پرخاطره‌ای رو با هم بگذرونیم، ساعت خوبی رو با هم باشیم. در مورد سوالی که فرمودین، عرض کنم که من وقتی که کودک بودم، شاید 7-8 ساله، برادرای بزرگتر من به صدای خواننده های دوره خودشون زیاد گوش میکردن در منزل. خب منم تحت تاثیر شنیدن این صداها شروع میکردم با اون خواننده ها هم خوانی کردن و گاهی اوقات یه براسی رو میگرفتم دستم و ادای خواننده ها رو در میآوردم و خب فکر میکنم شاید زمینه این خوانندگی در من بود به صورت کمی ژنتیکی. حالا من ستاره ای نشدم در این حوزه و فقط یک هنرمندم و تلاش میکنم که کار هنری ارزنده ارائه کنم، اما خب انگار یه جورایی این مسیر منو در خودش میکشید، یعنی هر جوری که شاید فاصله میافتاد باز دوباره یک اتفاقی میافتاد که باز من کشته بشم به این سمت. تشویق خانواده بسیار موثر بود که در جمعایی که داشتیم همیشه من باید نقل مجلس بودم که حتما بیام یه چیزی بخونم برای خاله و عمه و دایی و این چیزا، و خب این با من رشد کرد و به دوره نوجوانی رسید و بعد در مدرسه، در اون محیط مدرسه به هر حال بین دوستان شهرتی کمی پیدا کرده بودم که فلانی رو بگیم بیاد یه قطعه توی کلاس بخونه به یک مناسبت یک چیزی، و بالاخره به روزی رسید که من فکر کردم خب حیفه، این هنر باید در مسیر درستی هدایت بشه. در اون دوره در عراق به بزمهای هنری گاهی برگزار می شد که دوستان یا شعرها دوره هم جمع می شدن، یک شب شعری داشتن. در یکی از این شب شعرها
من آقای عبدالحسین مختاباد رو دیدم، ایشون خواننده‌ای بودن در اون دوره خیلی گل کرده بودن، اون غزل تا کی به تمنای وصال رو خونده بودن و خیلی شهرت پیدا کردن. ایشون صدای منو شنیدن، گفتن چرا شما ادامه نمیدین به صورت حرفه‌ای، و گفتم فقط خیلی دوست دارم، و ایشون گفتن من میتونم تدارک ببینم حضور شما رو، به خدمت آقای نوری برسین، استاد زنده یاد محمد نوری، که ایشون لطف کردن زمینه رو فراهم کردن و من خدمت استاد نوری رسیدم. این خیلی خلاصه ای اون چیزی بود که از کودکی اتفاق افتاد تا به استاد مرسی. شما فرمودید که شاگرد استاد محمد نوری بودید، آیا شما استادان دیگری هم داشتید و آیا به طور سیستماتیک شما این هنرتون رو دنبال کردید؟ در حقیقت بله، من استاد خیلی مشخص و خیلی طولانی مدت هم آقای نوری بودند، ولی در خلال به هر حال هم همکاری با کار با خدمت ایشون، در حقیقت من معلمین دیگری هم به صورت معلم سولفژ، معلم پیانو، این چیزا خب دوره هایی رو میگذروندم. یکی از این اساتید که بعد نامشون رو ببرم آقای دکتر محمد سریر هستن که دوست دیرینه آقای نوری بودن و آثار بسیار ارزشمند آقای نوری یه 50 سال گذشته است از ساخته های این استاد ارزشمند آقای دکتر محمد سریر. یادم میاد که آقای نوری بعد از این که روی صدای من کار کردن و به سطح قابل قبولی برای خودشون رسید، در واقع دست من گذاشتم که دست آقای سریر و گفتن آقای سریر هوای ایشون رو داشته باشین، یک جوان رو به هر حال هدایت و حمایت بکنید. و من بیش از این که شاگردی محمد نوری رو بکنم که حدود 3 سال بود، فکر کنم حدود 7-8 سالی به منزل آقای دکتر سری رفت آمد داشتم، و خب هم شاگردی بود هم بعدها تبدیل شد به دوستی ما بین من و ایشون، و خب خیلی آهنگ ها رو ایشون برای من ساختن و زمینه معرفی من به ارکسترهای بزرگی رو در حقیقت آقای دکتر سریر فراهم کردن که همینجا بعد از ایشون تشکر بکنم. مرسی، خیلی ممنون. لطف بفرمایید یک کمی هم درباره تاثیر استاد محمد نوری روی خودتون بفرمایید و ببینید که بگیم به ما که آیا ایشون بودن که دقیقا شما رو به این مسیر راه نمایی کردن، یا اینکه اون به اصطلاح درون خودتون و استعداد خودتون بود که شما رو به این راه حرفه‌ای کشون. خیلی ممنونم از این سوال خوبتون. در مورد سوال قبلتون یه نکته فراموش کردم، فرمودین که آیا این مسیر رو سیستماتیک طی کردید. بله، ما یک مسیری در خوانندگی، هنر خوانندگی داریم که شخص میبایست با نوت‌خوانی آشنا بشه، با ریتم و با سولفژ آشنا بشه، کمی هارمونی بدونه، با نوازندگی یک ساز آشنا بشه و از اصول صداسازی عبور بکنه، یعنی بدونه چطور نفس بگیره، چطور فن بیانش رو تقویت بکنه و صداش رو پرورش بده و بعد وارد استودیوی موسیقی بشه، کاری رو ضبط کنه یا بعدها به استیج راه پیدا بکنه و و و و. در مورد این که من خدمت آقای نوری رسیدم، آیا ایشون در مسیر من چقدر تأثیر گذار بودن؟ خب بسیار زیاد، و این بسیار زیاد واقعا در کلام نمی گنجه، چون تأثیر ایشون تأثیر آوازی صرفا نبود. خب هر معلمی یه سری تکنیک ها رو به هنرجوش یاد میده، ولی اون در حقیقت اون فوت و فن لازم رو خود اون هنرجو میبایست کسب بکنه، از یعنی با هوشمندی خودش باید اینو کسب بکنه، و من سعی کردم که اون هوشمندی رو تا حدودی به کار ببندم. چرا؟ چون که از راه و روش استاد محمد نوری الگو برداری میکردم. یعنی آقای نوری انسان ساده زیستی بودن، منم سعی کردم که در مسیرم هیچ وقت درگیر تجملات و مسائل حاشیه‌ای هنر نشم. آقای نوری سعی می‌کردن که با هنرشون به جامعه دروغ نگن، من همیشه تلاش کردم که مثل ایشون این راه رو ادامه بدم. آقای نوری معلم دلسوزی بودن و خیلی همدلی می‌کردن با مردم جامعهشون، همیشه می‌گفتن من کنار مردم ایستاده ایستادم، و حقیقتاً هم در مسیر زندگیشون همینطور بودن، هم ساده زیست بودن هم خیلی مردمی بودن. بعد نیست که خاطره کوچکی هم اینجا من از آقای نوری بگم که روزی
به منزل ایشون رفتم. خب طبق معمول همیشه بعد از عراک به تهران در رفت آمد بودم، چند ساعتی رو با اتوبوس می اومدم و بعد برمیگشتم و ساعتی رو پیش آقای نوری. زنگ در منزل آقای نوری رو زدم و خانمشون اومدم دم در و گفتم که آقای نوری تشریف دارم، من با ایشون قرار کلاس دارم. ایشون گفتن آقای نوری منزل نیستن، شاید سر کوچه باشن، یه نگاهی بندازید. وقتی رفتم سر کوچه این ور اونور نگاه کردم، خبری از آقای نوری نبود، فقط چند تا پیرمرد دیدم لبه سکوی یک سلمونی محل نشستن و با صدای بلند میگن و میخندن. دقت کردم ای آقای نوری یکی از اون افراد و با سلمونی و بقال محل نشستن کنار اون، یعنی روی اون پله جلوی سلمونی و خوشو بش میکنم، مردم هم از جلوشون رد میشدن. در حقیقت برای شخصی مثل آقای نوری که خب در همون سال کنسرتی در واشنگتن داشتن، در کشورهای اروپایی مرتب برنامه‌ای اجرا می‌کردند، خب سابقه خوانندگی دراز مدتی داشتن، عضو کانون نویسندگان ایران بودن، مترجم بودن و معلم زبان بودن، در حقیقت فکر کنید برای دیدن چنین رفتاری از یک چنین شخصی برای خود من که شاگرد ایشون بودم خیلی آموزنده بود. در نتیجه بله، آقای نوری بر من خیلی، بر زندگی من خیلی تاثیر گذاشتن. حتی در روابط من با همسرم مرتب ایشون من نصیحت میکردن که مبادا اگر روزی صاحب نیمیشه شهرتی شدی رفتارت با همسرت تغییر بکنه، مبادا در یک عصبانیتی فریادی بکشی در منزلی هنرمند، هرگز چنین نمی کنه. خب من فکر می کنم آقای نوری واقعا پدر هنری من بودن، اگر از نظر ژنتیکی پدر من نبودن ولی از نظر معنایی معنوی واقعا پدر معنوی من بودن. من واقعا به ایشون مدیون میدونم خودم و در همه مصاحبه هایی که داشتم، هر جایی که صحبتی شده، همیشه یادی از ایشون رو زنده نگه داشتم. مرسی، خیلی ممنون. آقای صادقی، اگر که مناسب میدونین الان یک قطعه رو از آقای دکتر گرمستانی خواهش کنیم که خیلی متشکرم از پخش این قطعه. من یه توضیح خیلی کوچک اجازه دارم آقای راجع به صادق، اجازه میفرمایید؟ واقعا صدای زیبایی دارید، واقعا اصلا در خیلی متشکرم. اعماق روح و قلب من تاثیر کرد. خیلی 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 زیبا، واقعا هنرمند هستید. شما لطف دارید، خیلی ممنون افتخار میکنیم به شما. خواهش میکنم بفرمایید. قربون شما. این کار در حقیقت نامش یادها بود و پس از فوت استاد محمد نوری به دست آقای دکتر محمد سریر که دوست دیرینه ایشون بودن ساخته شد. شعر این اثر رو آقای دکتر افشین یدولایی که روان پزشک بودن و متخانه در یک سانحه رانندگی از بین رفتن و این قضیه رو برای من مجری این قطعه بودم خیلی سخت کرد. اون روزی که از من خواستن آقای منصور ضابطیان به برنامه رادیو هفت برم و این کار رو به این شکلی که شما دیدین در ضبط کنن و در سالمرگ استاد محمد نوری پخش کنن، من واقعا جلوی گریه‌مو نمیتونستم بگیرم. یعنی اون روز خیلی روز تلخی بود. باور بفرمایید همین الان باز دوباره توی همون حس و حال قرار گرفتم و اینقدر توی اون ویدیو، ضبط ویدیو، من اشک ریختم که این مرتب مجبور شدن قطع کنن، من برم صورتمو بشورم، دوباره بیام یه ذره گیریمم کنن و دوباره. یعنی آقای نوری واقعا انسان واقعا برجسته بودن، هنرمند نازنینی بودن و نمونه راستین یک هنرمند متعهد به جامعه. و ای کاش محمد نوری تکثیر بشوند در هنرجوهاشون، منم جزء کوچکی از هنرجوهاشون هستم و ای کاش ما این سعادت رو داشته باشیم که بتونیم به هر حال نشون بدیم بخشی از آموزه هایی رو که در محضر ایشون آموختیم. خیلی متشکرم. مرسی، خیلی ممنون. آقای صادقی، میشه در همین جا بفرمایید که آقای نوری چه مشکلی داشتن که فوت کردن؟ یعنی
دچار یک بیماری بودن یا اینکه یک مرگی بود که برای هممون ناگهان نه فراموش شد؟ متاسفانه ایشون مشکل پروستات پیدا کردن، بعد کانسر پروستات پیدا کرد و این متاساز شد به استخوانشون زد و متاسفانه در زمان خیلی کوتاهی وزن زیادی از دست دادن و ویلچر نشین شدن. حتی در آموزشگاهشون روزی که با ویلچرشون آوردن که یک سر و آب بدن به اون آموزشگاه، ما دیگه هیچ کدوم حتی آقای نوری رو نشناختیم. اینقدر یک مرد با اون صورت درشت و هیکل درشت تبدیل شده بود به یک انسان بسیار لاغر با یک پوست و استخون. و من خودم بغلشون کردم، گذاشتمشون مثلا توی ماشین یا از تو ماشین توی ویلچر و توی بغل من گریه میکردن که میگفتن ببین صادقی به چه روزی افتادم. و این به هر حال سرنوشت تلخ بود در سال پایانی عمرشون. ولی خب یه هنرمند قاعدتاً هرگز در حقیقت در دل مردمان سرزمینش نمیمیره. این شاید جسم فیزیکیشون از بین رفته باشه و ما دیگه این قدرت رو نداشته باشیم که ایشون رو از نزدیک ببینیم و لمسشون کنیم، ولی صدای ایشون همیشه در یاد و خاطر ما زنده خواهد بود. درود به روان پاک و هنرمند ایشون. همینطور که فرمودین، هنرمندان هیچ و همیشه زنده هستن. نویسندگان، هنرمندان، پژوهشگران، اینها همیشه همیشه زنده هستن. از این دنیا وجودشون میره ولیکن خاطرشون همیشه زنده است. البته که اصحاب علم هم همینطور علم و دانش، یعنی ما فقط به هنرمندان اکتفا نکنیم، امثال خانم مریم میرزاخانی ها و دیگران عزیزانی که واقعا در حوزه علم هم زبان زد بودن همیشه یادشون و خاطرشون ماندگار. بله، درست میفهم. لطف کنین بگین که چجوری شما وارد ارکستر سمفونیک شدین؟ خیلی جالب، من در حقیقت در دوره‌ای که شاگرد استاد محمد نوری بودم نمیدونستم که بالاخره این صدا باید در کجا نمیدونم نمود پیدا بکنه یا برها رشد پیدا بکنه، دیده بشه، شنیده بشه. به طور خیلی اتفاقی در یک اتوبوس خط واحد یک جوانی رو دیدم که یک ویولون دستشه. به ایشون نزدیک شدم، گفتم ببخشید شما نوازنده هستین؟ گفت خب بله. گفتم بعد در ارکستری جایی می نوازید یا خودتون بر دل خودتون؟ ایشون گفتن که من در ارکستر سمفونیک تهران. خب خیلی 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 من هیجان زده شدم، گفتم وای ارکستر سمفونیک تهران دیگه بزرگترین نامیه که در ایران حداقل برای یک موزیسین میتونه، یک رویای بزرگ حضور در اونجا. به ایشون گفتم آیا اونجا خواننده هم میخواد؟ گفتن خب شما باید نوت بدونی. گفتم بله خب من نوت میدونم. گفتم اگر نوت میدونی باید صدا رو صداتون کار کنه. گفتم بله من شاگرد استاد محمد نوری هستم. ایشون گفتن خب پس میتونید بیاین اینجا تست بدین. دیگه آدرس و اون دیتیل قضیه رو گرفتم و مراجعه کردم. آقای گرگین موسسیان، ایشون هم از دنیا رفتن متاسفانه، بسیار انسان نیکویی بودن آقای گرگین موسسیان، یعنی به نوعی یک کور با ویژگی های بسیار مطلوب رو برای سالها زنده نگه داشتن با همه زحمت که طی سالها کشتن. خودشون هم دانش آموخته موسیقی در وین اتریش بودن. به اونجا رفتم تست دادم، ایشون من رو پذیرفتن و از من قول گرفتن که اگر ما روی تو انرژی صرف میکنیم اینجا قول بده که بمونیم و ما مثلا یک سال دو سال برات کار نکنیم، کمکت نکنیم که خواننده بهتری بشی، بعد حالا اینجا رو ول کنی بری مثلا دنبال یه شغل دیگری. گفتم نه، من عاشق خوندن هستم، من تمام زندگیم رو صرف این کار میکنم اگر لازم باشه و همینم شد. و فکر میکنم که در حقیقت راهی رو اومدم که هم آقای گرگین موسسیان انتظار داشتن، هم آقای محمد نوری به من همیشه متذکر می شدن، هم آقای سریر، هم خانوادم و هم واقعا این راهی بود که خودم علاقمند بودن بهش. متشکرم. باز اجازه میدین یه قطعه دیگه رو گوش بدیم؟ حتما.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی ممنون از پخش این اثر. اجازه دارم راجع به این اثر توضیح بدم؟ خواهش میکنم، خیلی بفرمایید. ممنون. اسم این اثر مهر ابدی بود و شعر اون از آقای به نام علی اصغر معینی، که به هر حال از دوستانی بودن که سالهای زیادی من در کنار ایشون کارهای مشترکی رو با هم تولید کردیم. آهنگ در حقیقت تنظیم کننده این اثر و آهنگسازش آقای حامد پورسایی بودن. این آلبومی که تصویرش رو دیدین و دوستان دیدن، مجموع آلبومیه که من همه این آثار رو روی یوتیوب، چنل یوتیوب خودم گذاشتم برای شنیده شدن، به خصوص برای دوستانی که خارج از ایران هستن مثل خود من و دسترسی به بازار موسیقی داخل ایران نداره. این اثر رو کانون پرورش کودک و نوجوان در تهران منتشر کردن و ما با این روی کرد که نوجوانهای کشورمون رو علاقمند بکنیم به موسیقی کلاسیک، اومدیم یه مقداری آثار کلاسیک غربی رو گیر آوردیم، انتخاب کردیم به صورت تیم ورک و آقای معینی روی اینها شعرهای فارسی گذاشتن با مضامین مختلف و آقای پورسایی تنظیم کردن. دوازندهای ارکستر سمفونیک رو به استودیو بردیم و سعی کردیم یه آلبوم خیلی فاخر و خوب تولید کنیم. این یه دونه از اون آثار بود که من و خانم سودابه شمس که ایشون هم از پیشکسوتان از سوپرانوهای خیلی خوب اپرای تهران بودن، ایشون و من همخوانی کردیم. من در سمت در جایگاه کودک و ایشون در جایگاه مادر این اثر رو اجرا کرد. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. لطف بفرمایید بگین که سمت شما در ارکستر سمفونیک ایران چی بوده؟ من در ارکستر سمفونیک تهران، ما یک تهران، ارکستر بله تهران، مزد ارکستر سمفونیک تهران، در حقیقت من ورودم به اونجا با عضویت در گروه کور شروع شد و خب من در بخش باریتون ها با آواز میخوندم. حالا در مورد اینکه باریتون چه هست اگر مایل بودین توضیح میدم. بله این که عرض کنم خدمتتون، در گروه کور به صورت کوریست یا خواننده همخوان حضور داشتم. بعد از مدتی رهبران کور که اونجا بودن آقای گرگین موسسیان و بعد از ایشون رهبران دیگری آقای رازمی باهانیان و دیگر رهبرها، خب پی میبرن که اون آقا، اون خانوم، اون آقا اینا قابلیت های تکخانی هم دارن. در نتیجه ما رو در سمت سولیستی خدمت به خدمت میگرفتن، میگفتن مثلا این قطعه محلی رو ما قراره گروه کور اجرا بکنه با یک پیانو و یک سولیست میخوایم، اون سولیست کی باشه؟ مثلا آقای صادق شما بخونید یا آقای ایکس شما یا خانم ایگرگ شما. در نتیجه من از اونجا مقداری جنبه سولیستی خودم رو پررنگتر کردم و دیگه بعد از اونم که آقای دکتر سریر معرف من به ارکستر ملی و دیگر ارکسترا بودم، بعد دیگه جایگاه من در کور یکم متفاوت شده بود. یعنی خوشحال بودم از اینکه دیگه صدام خیلی لابلای صدای دیگه گم نمیشه و میتونم حالا جلوی میکروفون بیستم و به تنهایی اجرا داشته باشم. البته که ما در گروه کور تکخانهای بسیاری داشتیم که خب بعضی هاشون خانوم بودن و اجازه تکخانی نداشتن متاسفانه. امیدوارم که روزی این برهان قانون بازنگری بشه، چون واقعا صداهای خانوم ویژگی های منحصر به فردی داره که هرگز آقایون نمیتونن اون جایگاه رو پر کنن. در مورد صدای باریتون مایل است این توضیح کوتاه من بدم؟ عرض کنم که در محدوده صوتی آقایون و خانوم ها ما یک تقسیمات علمی داریم که در موسیقی کلاسیک غربی از گذشته ها این تعریف شده. در آقایون صداهای خیلی بم رو باس اطلاق میشه و صداهای خیلی نازکتر رو تنور. محدوده ما بین این دو محدوده رو که هم بخشی از صدای تنور رو شامل میشه و هم بخشی از صدای باس رو به اسم باریتون نامگذاری میکنن. همین تقسیمات در صدای خانم ها هم هست. در صدای خانم هایی که خیلی بم صداشون صدای آلتو دارن و خانم هایی که خیلی صدای نازک و جیغی دارن اصطلاح عامیانش اونا سوپرانو هستن و بین این دو محدوده، محدوده متسو سوپرانو یا مزو سوپرانو که خب نمونه‌های زیادی از هر کدوم از این خواننده ها ما توی ما بین خواننده های داخل و خارج از ایران داریم. من یک باریتون هستم و شیوه خانش من لایت میوزیک یا به نوعی پاپ کلاسیکه. نمیتونم منحصرا بگم که من یک خواننده 100% کلاسیکم، چون رپرتواری که من
داشتم و همیشه اجرا کردم خیلی گرایش کلاسیک نداشته، بیشتر دوست داشته یکم به مردم جامعه نزدیک بشه. جالبه خانم دکتر، اینو من توضیح بدم. به آقای نوری گفتم آقای نوری شما این جان مریم کار خیلی واقعا کار نازنین مریم کار ویژه و درجه یکیه. آقای نوری اشاره کردن که اون کار از این جهت ویژه و درجه یکه که پیوندی بود برای من و جامعه که بعدا بتونم به این طریق خودم رو به جامعه معرفی کنم، جامعه منو بپذیره در خودش و من بعدا بتونم افکار و موسیقی واقعی خودم رو به مردم معرفی کنم. جالبه بدونین که این قطعه جان مریم آهنگساز اون آقای استاد کامبیز مجدهی هستن که ساکن همین شهر بالایی ما هستن، سن خوزه زندگی میکنن در شمال کالیفرنیا و من با ایشون تلفنی مرتب در تماسم و با اینکه شرایط سنی ویژه‌ای دارم به هر حال دیگه پا به سن گذاشتن ولی هنوزم خیلی گذشته ها رو یاد میکنن و اتفاقات گذشته رو مرور میکنن. یه بار دمده جان مریم صحبت شد و گفتن که من ملودی این کار رو به طور تصادفی ساختم و همجور که آکاردون دستم بود داشتم میزدم این ملودی در اومد و ساختم و بعدها آقای نوری روی این شعری گذاشتن و شد جان مریم چشمات رو وا کن منو نگاه کن و الی آخر. جالبه که بدونید که خواننده و شاعر اون قطعه آقای نوری هستند. آقای دکتر گرمستانی، الان جان مریم در اختیارتون هست که اون رو لطف بفرمایید. حتما یک لحظه به اجازه بدین. پاش آقای دکتر پیدا میکنن قطعه رو. یک یادمانی برای استاد نوری اجرا شد توسط خانه موسیقی ایران. من و دو خواننده دیگه که هر دوی اون بزرگوارا از اساتید موسیقی کلاسیک هستن، یکیشون آقای در حقیقت رشید وطن دوست که الان باید حدود 70 اندی ساله باشن و آقای محمد تقدسی پیانو بودن، دختر آقای دکتر سریر هستن، خانم نگین سریر و اون گیتاریستی که اون جلو نشسته بودن آقای حامد پورسایی هستن که من با ایشون افتخار داشتم. بیشتر آثار هنری که من تولید کردم آهنگساز یا تنظیم کنندش همین آقای پورسایی بودن که گیتار می زدن. مرسی، خیلی ممنون. آقای صادقی، تجربتون در ارکستر سمفونیک تهران چی بوده؟ میدونین خانم دکتر، در حقیقت همونجور که عرض کردم این شاید برای همه این موضوع یعنی این مسیر اینطور رقم نمیخوره که واقعا بتونن از شهرستانی به نام عراق بلندشن، در رفت آمد به تهران باشن، شاگردی محمد نوری رو بکنن. واقعا این افتخار بزرگیه و بعد بتونن عضو ارکستر سمفونیک تهران بشن و بعد بتونن به اون جلوی سن راه پیدا کنن و پشت میکروفون وایس. خب همه اینا خیلی شیرین بود برای من و رویای کودکی من بود. میتونم عرض کنم که بارها مرور کردم این راه رو و پی بردم که انگار موسیقی یک عنصری برای پالایش انسان. من فکر میکنم که از روزی که به هنر به طور جدی پرداختم خیلی وقتا به خودم تلنگرهایی زدم که تو اینجا این رفتار اجتماعی رو نباید بکنی چون هنرمندی، این حرف از دهانت بیرون نیاد چون هنرمندی، با یه نفر این رفتار نباید بکنی چون هنرمندی، نمیدونم اینجور لباس نپوشی، اون کارو نکنی. یعنی یک سری بایدها و نبایدهایی که من فکر میکنم مسیر هنر برای من. در نتیجه این تجربه خیلی تجربه شیرین و آموزنده و روشنی بخشی بوده در من، در ذهن و فکر و زندگی من و من تمام تلاشم رو کردم که اول
خودم رو به سمت درستی و راستی بکشم و بعد سعی کنم اگر واقعا این امکان رو دارم در صحبت با حتی هنرجوهایی که به این نزدیک میشن از سراسر دنیا، دوستانی که با هم کلاس داریم، من بتونم روی اونا کوچکترین تأثیری بذارم، خیلی خوشحالم میکنه این تأثیری که. خیلی ممنون، مرسی. آقای صادقی، شما آیا در زمان که در تهران بودین و در ارکستر سمفونیک تهران بودین، آیا با ارکستر سمفونیک تهران به کشورهای دیگه رفتین و کنسرت اجرا کردین؟ بله، ولی من در سمت در حقیقت همخوان رفتم، چون ما یک اجرایی رو داشتیم، باید به یک تور اروپایی می رفتیم در همون شلوغی های سال 88، دقیقا در همون دوره ها، برای اینکه به هر حال دولت ایران بگه که خب ما طالب صلح و دوستی هستیم، به عنوان سفیر صلح و دوستی ارکستر سمفونیک رو به 5 کشور اروپایی فرستاد و با مضامینی که حالا به هر حال بیشتر در شعرها اینطور بود که ما حالا دوست داریم که همه دنیا به هر حال متحد باشن، ما انسانیت رو دوست داریم و مفاهیم دیگری در کنار اینا، به صحنه رفتیم. آقای پروفسور منوچهر صحبایی رهبر ارکستر بودن، آثار آقای مجید انتظامی اجرا شد، سمفونی صلح و دوستی، و به 5 کشور که اگر درست بتونم بهشون اشاره کنم، بلژیک بود، ایتالیا بود، فرانسه بود، هلند بود و سوئیس. به این 5 کشور رفتیم و من در قالب گروه کور با ارکستر همخوانی داشتم. بله، اونم تجربه خیلی شیرینی بود. خیلی ممنون. آیا از اون موقعی که شما تهران رو، ایران رو ترک کردین و به کالیفرنیا اومدین، آیا شما در یک به اصطلاح ارکستر سمفونیکی شرکت داشتین و برنامه اجرا کردین؟ بله، من در بدو ورودم اپرای کارمن رو تونستم در کنار ارکستر و کور در سانتا مونیکا باشم، یک ارکستر خیلی خوب، خوش صدا، و گروه کوری که به هر حال اولین تجربه من بود که روی صحنه باید ما با لباس‌های مبدل، به هر حال با دکور خیلی خاص و نور خاص و این چیزا، یک اپرا رو اجرا کنیم، و این واقعا واقعا برای من یک تجربه خیلی تازه بود. جالبه بدونید که همسر من هم سالها در گروه کور ارکستر سمفونیک خواننده بودند و ما هر دومون به فعالیت آوازی مشغول هستیم سال هاست. ایشون هم در بدو ورود، ما هر دومون به منزل یک کانداکتر رفتیم، رهبر اون در کارگردان اون اپرا خانم پروفسور گیل، و ایشون وقتی صدای ما رو شنید گفت ما خیلی استقبال میکنیم از حضور شما و خیلی خوشحالمون میکنید، و خب ما هم خیلی سورپرایز شدیم، فکر میکردیم ما چون در ایران آموزش آواز دیدیم شاید حرفی خارج از ایران نداریم بین ارکسترهای غربی بعد و خوانندگان این ارکسترا. بعد که اومدیم دیدیم که نه، خیلی خیلی هم خوب استقبال شد، و تقریبا 3 ماه ما اون تکست خیلی سخت و دشوار فرانسوی اپرای کارمن اثر جورج بیزه رو ما تمرین کردیم، طوری که من صبح و ظهر و شب توی این تکستای فرانسوی جلوی دستم بود و حالا با اون فینگلیشی که خودم میدونستم زیر اون کلمات نوشته بودم و تا حدودی هم ترجمه ها رو میدونستیم دیگه، من و خانمم توی خونه با این برگاه قدم میزدیم. 3 ماه واقعا دوره خیلی فشرده و خیلی ارزشمندی بود. 4 شب اجرای صحنه داشتیم در برادوی استیج در همون کالج سانتا مونیکا، و خیلی خیلی تجربه شیرینی بود. بعدش ارکستر دیگری رو اینجا که برای ایرانی ها ما یک اجرایی داشتیم به یاد استاد محمد نوری به رهبری آقای حامد پورسایی در سال 2016 روی صحنه بردیم. بعد که اومدیم آماده بشیم یه مقدار تور بذاریم و برنامه جدی که دیگه پندمیک شد و همه هنرمندا خونه نشین شدن و همه فعالیت‌های منم به گوشه اتاق و با یک پیانو و اینا مختصر دیگه خلاصه شد به این وضعیت. بله، خیلی ممنون، مرسی، تشکر کنم. آقای دکتر، میشه یک قطعه دیگه هم لطف بفرمایید؟
بله خیلی متشکرم از اثر، خیلی ممنونم و بازم اجازه میخوام که این کار معرفی کنم. اسم این قطعه مهر ابدی یا مادر بود. من عاشق مادرم بودم خانم دکتر، در حقیقت مثل همه فرزندان که عاشق مادرش من. واقعا وقتی مادرم از دست دادم حدود 6 سال پیش قبل از مهاجرتم، انگار که نیمی از وجود منو با ایشون خاک کردن، یعنی واقعا خیلی غمگین شدم. خیلی عرض کنم که خب در کودکی پدرمو از دست داده بودم، من 2 ساله بودم که پدرمو از دست دادم بر اثر بیماری، و مادرم برای من هم مادرم بود، هم دوستم بود، هم پدرم بود، پشتیبان من بود همیشه، و خب خیلی هم انسان خیلی خانم قدیمی دوست داشتنی بود، و میگم نبودش بزرگترین لطمه در مسیر من بود. ولی من از این تلخی بهره بردم برای اینکه بتونم آثارم رو وقتی میخونم فکر کنم که دارم در مقابل مادرم میخونم یا دارم برای اون میخونم، و این باعث میشد که قدری احساس صدام بهتر میشد، و به این صورت سعی کنم مادرم رو در وجودم، یاد مادرم رو در وجودم و در صدام زنده نگه دارم. این قطعه بود که شعر موسیقی اون یه موسیقی غربیه، ما نمیدونیم ملودی فرانسویه یا روسی، ولی آقای پورسایی این کار رو تنظیم کردن برای صدای من. آقای اصغر معینی که از انسانای نازنین و نیک این روزگاری، این هم رابطه بسیار عمیقی با مادرشون داشتن، این ترانه رو برای مادرشون سروده بودن، و خلاصه همه چیز یه بافت احساسی خیلی خوب پیدا کرد. یک مجموعه آلبومی رو به نام فصل سرد تنهایی ما آماده کردیم با 10 قطعه که این قطعه هم یکی از اون قطعاته، و احیانا میتونن روی چنل من، کانال یوتیوب من، میتونن دوستان اگه دوست دارن با سرچ اسم من کل اون آثار رو بشنون. خیلی ممنونم که اجازه دارین توضیح کامل بدم. خواهش میکنم آقای صادقی. یکی از دوستان ما خانم فرح فرنیا سوال کردن که اسم همسر سرکار چی؟ همسر من اسمشون پریساست، و جالبه بدونی که فامیلیشون هم صادقیه مثل من، ولی ما قبل از ازدواج با هم فامیل نبودیم. و به طور خیلی اتفاقی چون برادرای ما با هم دوست بودن به واسطه مشابهت فامیلی در دبیرستان، ما به این خانواده نزدیک شدیم، دوستی دو خانواده عمیق شد، و من به دختر اون خانواده علاقمند شدم و بعدها مزدوج شدیم. بله. خانم پریسا صادقی، خب باید یک دفعه هم از ایشون خواهش کنیم که در برنامه لطف دارین. خب نه تاسفانه ایشون رزومه هنری به اون شکل سولیستی ندارن، چون شما وضعیت داخل ایران رو میدونید و این امکان برای اساتید ایشون که واقعا صداهای خیلی ویژه‌ای داشتن گوشه خونه بودن، یعنی واقعا امکان خوانندگی نداشتن، فقط این خانم‌ها امکان خوندن در گروه کور دارن. و حیف، امیدوارم روزی بازنگری بشه. حالا خودشون در اینجا میتونن که تمرین کنن و ان شاء الله مشغول هستن. بله مشغول هستن. آقای صادقی یه سال دیگه دارم از شما قبل از اینکه یک قطعه دیگه بشنیم و آخرین سوال از شما بکنم، و بعد دوستان سروران که اینجا تشریف دارن میتونن سوالاشون رو بکنن که دوست عزیز گرانبهای ما سرکار خانم ناهید کبیری هم که شاعر و نویسنده مبرز ایرانی هستن، و همسرشون آقای سیروس ابراهیم‌زاده که کارگردان، نویسنده و هنرپیشه هستن و اینجا تشریف دارن، سوال دارن و می‌خواستن صحبت بفرمایند، که بعد از اینکه این برنامه ما تموم شد با از خدمتشون خواهش میکنیم که تشریف بیارن و این سوالشون از ما بپرسن. می‌خواستم ببینم که آیا هیچ وقت از شما خواستن که شما در واقع گوینده هم باشین، گویندگی هم انجام بدین در تلویزیون یا غیره؟ بله بله، من در ایران در کانون گویندگان جوان بودم، آقای مهرداد رئیسی به مدیر اون کانون بودن، و یک سال و نیمی رو با ایشون گویندگی میکردم. بعد خب از اونجایی که جوانها معمولا به خدمت گرفته میشن ولی دستمزدی بهشون پرداخته نمیشه در ایران، من ترک کردم اون کارو. بعد که به اینجا اومدم یک استودیوی دوبله خیلی خوب سراغ داشتم. بله، و تقریبا در قبل از پندمیک اون استودیو تعطیل شد.
ولی قبل از اون من کارهای زیادی رو گویندگی کردم. چند مجموعه کار با صدا با گویندگی من الان در شبکه فکر میکنم من و تو و دیگر شبکه ها هست، مثلا روح در خانه، زیباترین هتل های جهان، پزشک قانونی و جراحی حیوانات بزرگ. اینا همه قطع در قطع مجموعه فیلم هایی بود که من گوینده و نریتورشون بودم. و بله من کار گویندگی کردم در چند سریال و فیلم، گویندگی کردم سریال مرداک بود، سریال یگان ویژه سیکس بود و خیلی سریال های دیگه که حالا باید دونه دونه یادم بیاد. خب اینا همه در پس کار صدا پیش میاد. یعنی وقتی شما یک کاری رو همونجور که شما فرمودین سوال کردین آیا سیستماتیک پیش رفتین، وقتی شما صدا سازی رو به اون شیوه درستش انجام میدین، وقتی فن بیان کار میکنید، وقتی بازیگری در بیان رو کار میکنید، خب اینا در نهایت شما رو به اون سمت و سو سوق میده. بله خیلی ممنونم از این آقای صادقی. شما من وقتی این فیلم های خارجی رو میبینم، به خصوص فیلم های سریال های ترکی رو میبینم، بعضی از این دوبلورا خیلی صدای زیبایی دارن و صداشون مطابق با صدای هنرپیش است و بعضی از این دوبلورا صداشون اصلا به هنرپیشه نمیخوره. در هر صورت دوبلاژ یک خیلی کار دشواری هستش که در ایران خیلی قشنگ انجام میدن. و آیا شما تا به حال دوبلوری هم کردین؟ همینی که عرض کردم خدمتتون، اسم سریال هایی که بردم به خاطر این بود که در اون سریال ها نقش دوبله داشتم، یعنی روی شخصیت ها. من فکر کردم شما صوت میذاشتین روی این فیلم. نه هر دوشون بود. خیلی جاها من باید توی استودیو فریاد میکشیدم، گریه میکردم، خندیدم، تعجب میکردم، میترسیدم و به نظر من کار بسیار دشواریه، چون شما بجز همه این کارها، این بیان این احساسات باید حتما سینک باشه اون چیزی که میگید روی لب اون بازیگر و گاهی باید یه جاهایی تصویر رو ببینید ولی متنم ببینید، یعنی یه چیزی ما بین این دوتا و با سرعت خیلی زیاد با اون احساس کامل و کافی بتونید که صداتون رو مچ بکنید روی اون تصویر. کار دشواریه، بسیار کار دشواریه. آقای صادقی خیلی خوب شد که من فکرم رسید که این سوال از شما بکنم. همیشه برای من این یک به اصطلاح سوال بزرگی بوده که آیا این دوبلوری که مثلا الان گریه میکنه، گریه باید بکنه یا بخنده یا صداش غمگین بشه، آیا واقعا احساسی هم این غمگین میشه؟ ما یک پخشی داشته مثل که یکی از این تلویزیون ها، یکی از این کانال ها و یکی از چند تا از این دوبلور ها میگفتن وقتی که ما در نقشی بازی میکنیم، در نقشی بستر دوبله میکنیم که باید گریه کنیم، واقعا گریه میکنیم. وقتی که باید بخندیم واقعا میخندیم، از ته دل میخندیم. و این اون هنرپیشه ما در اونجا بدونی که تصویر ما معلوم بشه، ما هم همینطور مثل اون هنرپیشه نقش بازی میکنیم. شما نظرتون چی هست در این زمینه؟ خواهش میکنم. خیلی سوال خوبی کردین خانم دکتر، خیلی جذاب این سوال و جوابش میتونه جذاب باشه. عرض کنم که ما در گویندگی در حقیقت دو شیوه گویندگی داریم. یکی گویندگی متن و اخبارگویی و نمیدونم شعر و دکلمه و این چیزاست که شاید ابعاد بازیگری توش خیلی دخیل نیست، بیشتر با لحن و با یک مثلا فرم گویش اینتونیشنی باشه و یک برای احساس کلی در کل خانش اون متن یا اون شعر. ولی در هنر دوبله در حقیقت شما حتما باید وارد نقشتون بشید، حتما باید اگر لازمه عشق بریزین واقعا عشق بریزین، واقعا بخندید. باور بفرمایید من بعضی وقتا اینقدر میخندیدم توی استودیو تا اون خنده طبیعی بیاد که تا یکی دو ساعت اصلا نمیتونستم واقعا فکم رو جمع کنم، از بس خندیده بودم مثل و برعکس وقتایی که من لازم بود در نقش یک شخصی که شکنجه میشد فریاد میکشیدم، ناله میکردم، داد میزدم، کمک میخواستم و بعد از اون میومدم بیرون استودیو و به بچه ها میگفتم بچه واقعا صدام گرفتی که واقعا گرفت، یعنی واقعا صدا میگرفت، چون
شما نمیتونین ادای یه آدمی که داره داد میزنه رو در بیارین، چون اونجوری مخاطب شما از طریق اون صدا متوجه میشه که شما تصنعی اون کار رو دارید. درست. و خب هم در این حال که خیلی شیرین این تجربه و من واقعا خوشحالم که در خدمت که از اساتید دوبله آقای فریدون دائمی بودم، خودشون از پیشکسوتان دوبله فیلم بودن، ولی در حقیقت بسیار دشوار بود. بله، خیلی ممنون. اگر اجازه بدین دوستان، امشب برنامه یک جور تنظیم شده که قسمت اول بیشتر از یک ساعت طول میکشه، بنابراین تحمل داشته باشین، به سوالای همه دوستان میرسیم، چون امشب شب استثنایی، اسمش هم هست شب خاطره، که این شب رو فراموش نخواهید کرد و این شب رو هم ما به لطف و دوستی و مرحمت سرکار خانم دکتر مینو گرجی داریم که ایشون رو معرفی کردن به ما، خودشون در سفر بودن و فکر کنم که امشب در راه هستن که برگردن به اتلانتا، ولی میخواستم که از ایشون بی نهایت سپاسگزار باشم که باعث و بانی این برنامه بودم و جاشون بسیار خالی بوده. اگر که یک قطعه دیگری آقای دکتر، آیا فکر میکنم این آخرین قطعه باشه که بتونیم بزنیم، یه قطعه دیگر هم شما لطف بفرمایید و بعد یک سال دیگه من میکنم و یک سورپرایز خیلی جالبی هم براتون خواهم. مرسی، خیلی زیبا، بسیار زیبا، خیلی ممنون، مرسی، تشکر می‌کنم. آقای صادقی، شما در حال حاضر تدریس می‌کنین در امریکا و چه کلاسایی رو تدریس می‌کنین و شرکت کنندگانتون چه کسانی هستن؟ عرض کنم خدمتتون خانم دکتر، مرسی به این سوال پرسیدین. در حقیقت من در آموزشگاه‌های ایرانی در لس آنجلس درس می‌دادم، به محض اینکه پندمیک شد این ماجرا رو مجبور شدیم به خونه ها آوردیم و سیستم آنلاین شد. هنرجوها در ابتدا میگفتن که خب ما واقعا فکر می‌کنیم کلاس های آنلاین این بازدهی رو نداره، ولی بعد که شرکت کردن دیدن نه، واقعا خیلی هم فرقی نمی‌کنه، چون معلم قراره درسی رو بده و هنرجو باید طی هفته تمرین بکنه و پیش رفت و اتفاقا خیلی هم خوب شد و واقعا حداقل هنر من نجات داد از انزوا و اینکه واقعا یک هنرمند وقتی نمیتونه به هر حال در جامعه تدریس بکنه و نمیتونه رو صحنه بره، بزرگترین ضربه رو میخوره از نظر اقتصادی و چه بسا من واقعا به این فکر کردم اگه اینجور شرایط پیش بره من باید برگردم به ایران چون سخت میشد، من باید میرفتم در یک شغل دیگری که برای اون اصلا نه تخصصی داشتم نه زمینه علاقمندی من بود. به این جهت این کلاس ها دایر شد و به خیلی هم خوب پیش رفت. کلاس ها انفرادیه، معمولا از شروع برای دوستان در سراسر دنیا، هر کسی فراخور به حالا اون علاقمندی که داره روی ابعاد تکنیکیش کار میکنین، یه قدری باهاش گوش موسیقیش رو تقویت میکنین روی پیانو که تفاوت نوت ها رو متوجه بشه، بدون یه گام ماژور با مینور چه فرق میکنه، بدون دو با ره با می چه فرقی میکنن با هم، و بعد از اون شروع میکنیم روی نفسگیریاشون کار میکنیم که نفساشون رو یاد بگیرن به جای اینکه از سینه بگیرن از شکم یا از فضای دیافراگمی بگیرن، روی فن بیانشون کار میکنیم، یه کمی دکلمه شعر با هم کار میکنیم، بعد از اون یاد میگیرن که حفره‌های سینوسی در صورت وجود داره که میتونن با هدایت صدا به سمت اونا به صداشون حجم و رنگ بزرگی بدن، مثل آپرا سینگرها، خواننده‌های اپرا که مثل همه ماها هستن ولی صداهای خیلی بزرگی دارن و این نشون میده که این هنر اکتسابیه، یعنی کافیه به پرورش صداشون بپردازن تا بتونن به صدای در حال قابل توجهی دست پیدا بکنن. این دوره ها کوتاه نیست خانم دکتر، بعضیا به این کلاس ها میان فکر میکنن یه دوره دو ماهه سه ماهه کافیه، ولی
همینجور که من خودم 3 سال شاگرد محمد نوری بودم و سالها خدمت های دکتر محمد سریر بودم و معلمین دیگری داشتم، هر بار که به یک کشور اروپایی یا به حال به کانادا رفتم یک دوباری و همینطور در امریکا معلمینی گرفتم، حتی برای 1 جلسه 5 جلسه، یعنی به صورت مستر کلاس مانند. و فکر میکنم واقعا همیشگی این کلاس ها، حالا ممکنه یه دوره ای رو آدم با یک معلمی بره، بعد اون دوره رو چنج بکنه با یک معلم دیگری ادامه بده با یک معلم دیگری، ولی واقعا این دوره کوتاه مدت نیست، حداقل بین 1 تا 2 سال یا 2 تا 3 سال باید براش وقت صرف کرد. ولی خوبه ما در این کلاس قدری آواز هم میخونیم، کمتر آواز میخونیم، بیشتر روی تکنیک کار میکنیم و صدای فرد رو پرورش میدیم از نظر رنگ و وسعت و حجم. متشکرم، مرسی، خیلی ممنون. آقای صادقی اگر اجازه بدین یک قطعه هم از آقای محمد نوری گوش بدیم و بعد اون سپرایز رو به حضور دوستان تقدیم کنیم. بفرمایید آقای دوست. مرسی، خیلی ممنون، درود به روان پاک محمد نوری که استاد بودند و چنین شاگردی رو پروروندند که باعث افتخار هر ایرانی است. آقای صادقی دیگه میخوام که این قسمت برنامه رو با صدای بسیار زیبای شما در همین جا به پایان برسیم و به سوالات دوستان برسیم. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، حتما بسیار شب زیبایی بود در کنار شما. عرض کنم قطعه‌ای که شنیدین اسمش وطن نام داشت، ساخته فریدون شهبازیان با شعری از زنده یاد نادر ابراهیمی و تیتراژ سریال سفرهای دور و دراز حامی و کامی بود. در حقیقت این قطعه و قطعه دیگری که میگه ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، این دو قطعه از قطعاتی بود که روی اون تیتراژ اون سریال در متن سریال پخش میشد سالها پیش. دو تا اثر واقعا ماندگار، واقعا ماندگار. عرض کنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که این فرصت هست که براتون بخونم. چرا واقعا چه بهتر از این که آدم خیلی ساده و خیلی صمیمی دو خطی رو برای دوستانش و عزیزان هموطنش بخونه. خیلی عذرخواهی میکنم اگه سازی همراهیم نمیکنه، ولی براتون من دو تا انتخاب دارم، یکی یه دونه از قطعات خودم رو اجرا کنم، یکی هم قطعه آرزوها نمیشه قصه ما روی لحظه تنها بذاره از استاد محمد نوری، ولی نمیدونم که کدوم یکی فکر میکنیم برای شما جذابتر باشه. هر دوشون. خب حالا هر دو رو اگه بخوام یه انتخاب داشته باشیم چه؟ زمان کنم که خودتون فکر کنیم بهتره. خب پس اجازه میخوام که قطعه خودم رو بخونم، چون خوندن قطعات آقای نوری گرچه خاطر انگیزه ولی منو رو یکم منقلب میکنه که یه قطعه میخونم به نام شب بارانی و با شعری از اصغر معینی و آهنگ دوست عزیزم حامد پورسایی. از نگاه تیره شب می چکید آرام آرام شعرهای سرد باران بر کف سرد خیابان نورها بی رنگ و کم سو روشنی ها تار و نم ناک شب به یاد خاطره ها پر شده بود از بوی خاک
برگ ها در پچ پچ با هم سایه در نجوا با دیوار، زمزمه شعری و سازی رازهای دیده ای بیدار. برگ ها در پچ پچ با هم سایه در نجوا با دیوار، زمزمه شعری و سازی رازهای دیده ای دیدار. یک نفر با یک نفر می رفت از کنار جوی باریکی، دستشان در دست هم دیگر زیر چتر خیس تاریکی. یک نفر با یک نفر می رفت از کنار جوی باریکی، دستشان در دست هم دیگر زیر چتر خیس تاریکی، دستشان در دست هم دیگر زیر چتر خیس تاریکی. برگ ها در پچ پچ با هم سایه در نجوا با دیوار، زمزمه شعری و سازی رازهای دیده ای بیدار. برگ ها در پچ پچ با هم سایه در نجوا با دیوار، زمزمه شعری و سازی رازهای دیده ای بیدار. می چکید آرام آرام شعرهای سرد باران. مرسی مرسی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزار از شما همه عزیزان. مرسی، خیلی ممنون آقای صادقی، واقعا زبان تشکر ندارم، بسیار بسیار لذت بردیم، واقعا صدای شما آسمانی است و واقعا از افتخارات ما ایرانیا هستیم و انشالله امیدوارم که در اینجا با موفقیت های بسیاری روبرو بشیم و ما هم افتخار کنیم که کمچین هنرمندی رو در میان خودمون داریم.